بذارید من اینو یه بار دیگه تغییر بدم تنظیماتش رو. خب بذارید. خب الان درست. خب درود و وقت بخیر خدمت همگی، امیدوارم حالتون عالی باشه. ما توی جلسه قبلی در مورد لینیر رگرشن صحبت کردیم. توی این جلسه میخواییم بریم ادامه یه جلسه قبل رو ببینیم، یعنی حالا اون مواردی که از لینیر رگرشن مونده رو در موردشون صحبت کنیم و بعد هم بریم سراغ بهینه کردن الگوریتم لینیر رگرشنمون با استفاده از گرادیان دیسنت. خب بریم شروع کنیم. خب ما توی جلسه قبل فکر میکنم آره اینجا بودیم که رفتیم حالا سراغ این که درسته بچه ها اینجا بودیم، یه تایید بدید به یه نفرتون. قهرید؟ آها صفحه با تو شیر نیست، خسته نباشم. خب پیش میاد. آرامش خودتون رو حفظ کنید. خب الان دارید صفحه رو؟ اگه دارید بهم بگید. خب خیلی عالی، ممنون. اینجا بودیم؟ این مثال رو حل کردیم درسته؟ خب قرار بود بریم حالا اون خطی رو که روی داده هامون رسم شده رو بریم بسنجیم و ببینیم که دقتش چجوریه، ارورش در از چجوریه. برای اینکه ارور حالا لینیر رگرشن رو به دست بیاریم از MSE مین اسکوئر ارور استفاده میکردیم، یا حالا بهش میگفتیم JWB. فرمولمون چی بود؟ بود 1/2m سیگما حالا وای هت منهای وای، که وای هت ما در از اون خطیه که داره برای ما داده ها رو پردیکت میکنه و حالا چون خطه ما میتونیم به جای اون وای هتمون فرمول خط رو بذاریم، که حالا مثلا قبلا در مورد فرمول خط نوتیشن FWB XI رو به کار برده بودیم که همون رو کافیه فقط جای W هتمون بذاریم. خب فرمول خطمون هم که بود WX به علاوه B، فرقی نداره. خب بنابراین کافیه که به جای اون FX مون WX به علاوه B رو بذاریم. خب و دیگه یاد گرفتیم کاس فانکشنمون این میشد و از اونجا به بعد میرفتیم سراغ این که حالا ارور چند تا مثال رو به دست بیاریم و ببینیم به چه صورت میشه. خب آخرین چیزی که کار کردیم این بود که توی سوال اومده بود W ما رو داده بود 0 و خب خطمون یه خط میشد منطبق بر محور ایکس ها و حالا داده هامون هم اون پوینت های آبی رنگن. ما رفتیم ارور رو به دست آوردیم. چجوری به دستش می آوردیم؟ کافی بود که اون الگوریتمی که اون فرمولی که بالا داشتیم رو اینجا بازنویسی می‌کردیم. فرمولمون چی بود؟ 1/2m سیگما وای هت منهای وای به توان 2. خب کافیه که فقط همونها رو بیایم جایگذاری کنیم. به جای ام 3 گذاشتیم و اومدیم دونه دونه وای هت، یعنی وای پردیکتمون رو گذاشتیم و وای رو. وای پردیکت رو منهای وای کردیم به توان 2 رسوندیم. و در کل خطامون اینجا شد 2/3. خب چون قبلا اینو کار کردیم دیگه من به صورت حالا دیتیل نمیام بگمش. خب بریم اینجا اگه میتونید یه حالا چیزی دم دستتون هست بریم این سوال رو شما حل کنید. ما اگه W-مون مساوی نیم باشه برید سراغ این که JW رو به دست بیارید. فرمول JW رو هم اینجا دارید میبینید. خب
ساده هم هست، کاری نداره. وای هات منهای وای به توان دو سیگمای اینا ازش یه میانگین میگیرید، یا بهتر بگیم که ضربش میکنیم در یک برابر دو. اینو به دستش بیارید ببینید که جی نیم یعنی جی دبلیو بی دیگه در است. خب این رو برای ما به دست بیارید ببینید چجوری. منتظرم توی چت جواباتونو میبینم، بگید که ببینیم چه خبره. جلسه پیش چقدر خوب پیش رفته براتون؟ سوالم دارید بپرسید دیگه. دارید حل میکنید بچه ها؟ خیلی هم عالی که دارید حل میکنید. قرار وای هت رو اول به دست بیارید. خب فرمول رو داریم دیگه، دبلیو رو داریم، بیمون هم صفره. خب قرار اون وای هت رو به دست بیارید و بعد هم چکار کنید؟ جی اون رو به دست بیارید، یعنی اون مین اسکوئر ارور رو به دست بیارید. بچه ها عدد رو توی چت بنویسید اگه به دستش رو بردید که سریع بریم ادامه بدیم. بریم با هم دیگه حلش کنیم ببینیم جواب رو. چی شده یک دهم؟ ما قراره چی رو به دست بیاریم دیگه؟ خطا رو، ارور رو به دست بیاریم. چی شده یک دهم؟ ارورمون؟ بریم ببینیمش. بی که صفره. بله خب یک و سه دهم یکی از بچه ها به دست آورد. خب بریم ببینیم چه اتفاق افتاده. خب قرار چیکار کنیم؟ اول اون خطمونو منفی یک سوم او چجوری به توان دو رسوندید؟ منفی یک سوم به دست آوردید. مجموع یه سری عدد مثبت میشه مثبت دیگه، درسته؟ فکر میکنم الان حواستون نبود یه جایی رو اشتباه کردید. خب بریم ببینیم جواب رو. اول ما میریم سراغ این که اون خطمون رو بکشیم، چون خطه داره به ما وای پرت های ما رو میده، اون پیشبینی ما رو میده. خب دبلیومون برابر نیمه و بیمون هم صفره. خطی که داریم خب ما کافیه که فقط بیایم جایگذاری کنیم دیگه. به ازای ایکس یک دبلیومون، ایکس یک و دبلیو نیم، وای هتمون میشه نیم. خب چی بود؟ بود دبلیو ایکس علاوه بی دیگه. بی که صفره، فقط قراره دبلیو ایکس رو به دست بیاریم. ایکسمون یکه، دبلیومون نیمه، اولین حالا وای هتمون میشه نیم. به ازای ایکس دو، دو تا نیم تا میشه یک،
واحدمون و به ازای x 3 باز هم 3 ضرب در نیم میشه، میشه 1.5 واحدمون. خب که این حالا 3 نقطه رو به ما میده توی واحد. خب با توجه به اینکه w مون نیمه و b مون صفره، حالا ما میخوایم چیکار کنیم؟ آره یکی از دوستان درست به دست داد. خب ما الان میخوایم چیکار کنیم؟ بریم ارور رو به دست بیاریم یا همون جی نیم رو به دست بیاریم. چی بود؟ فرمولمون بود یک بخش برای دو ضرب در ام دیگه. خب اممون سه هست، بالا دیتا همون رو داشتیم دیگه، همینجا داریم مثلا حواس هم نیست. خب یک دو سه، سه تا ایکس و خب سه تا وای داریم دیگه. خب تعدادشون پس میشه سه تا، یک ضرب در یک بخش برای دو ضرب در سه که میشه یک ششم. خب و بعد حالا قرار چیکار کنیم؟ وای هت رو منهای وای اصلیمون کنیم به توان دو برسونیم. خب وای های اصلیمون مشخصن دیگه، این دیتا ها دیتا های اصلیمونه، یک دو و سه وای های اصلی ما بودن دیگه، درسته؟ خب فقط کافیه این رو بریم پیاده سازی کنیم. وای هتمون نیمه، اولین وای اصلیمون هم یکه، نیم منهای یک میشه نیم به توان دو میشه 25 صدم. خب میشه یعنی منفی نیم، خب به توان دو که میرسه مثبت میشه دیگه، درسته؟ خب وای هت دوممون یکه، منهای دو که وای اصلیمونه میشه منفی یک، به توان دو میرسه میشه یک. خب وای هت سومیمون هست 1.5، منهای وای اصلیمون که 3 هست به توان 2 میشه 2.25. خب کافیه که تمام این حالا 3 تا عدد رو با هم دیگه جمع کنیم میشه 3.5 و ضرب در 1/6 کنیم یا تقسیم بر 6ش کنیم، جواب نهاییمون میشه 58. خب این واضحه براتون اوکی بود؟ آره اینا دیگه ساده است. خب بریم یه دونه دیگه هم به دست بیاریم برای زمانی که دبلیو مون یک هست. خب ببینیم الان چه اتفاقی میفته برام. خب اتفاقی که میفته خطمون که همون وای هتمون هست، داریم اینجا هم میبینیمش، اگه بریم رسمش کنیم، خب چون فرمولمون بود دبلیو ایکس به علاوه بی و حالا بی مون که صفره، خب فقط W ضرب در X دیگه، W من وقتی یکه دقیقا رو خود حالا داده همون افتاده. خب به ازای مثلا X 1 W هم که یکه، یک ضرب در یک میشه یک وایمون که اینجا میفته، میبینید برای دو هم میشه وایمون دو که اینجا میفته و برای سه هم میشه وایمون سه که اینجا میفته. خب این از این. حالا ما واحدمون مشخص شد دیگه، یک دو و سه است. حالا ما میخوایم بریم و ارورمون رو یا مین اسکوئر ارورمون MSEمون رو به دست بیاریم. خب چیکار میکنیم؟ مثل بالا یک بخش بر دو ام که میشه یک شیشون ضرب داره، خب واحد منهای وای به توان دو. خب ما وای هت هامون رو کاملا مثل همون وای هامون به دست آوردیم. خب وقتی منهای هم میشه صفر دیگه، چشمی هم شما دارید میبینید هیچ اختلافی اینجا بین خطمون، اون پردیکتمون و حالا داده هامون وجود نداره. خب بنابراین همه این اختلاف ها میشه صفر و در کل ارورمون اینجا میشه صفر. خب شما الان واسه این مثال یه دونه دبلیو نیم دیدید، درسته؟ یه دونه دبلیو صفر و یه دونه دبلیو یک. دبلیو صفر رو دیدید، نیم رو دیدید و یک رو دیدید، خب که ارورهاش رو به دست آوردیم. خب توی آخری که دبلیو یک بود ارورمون صفر شد، یعنی هیچ خطایی مدل ما نداشت. موافقید با این؟ هستید؟ خب خیلی عمالی. ما اگر بیایم به ازای دبلیو های مختلف ارور ها یا جی دبلیو ها رو
پوینت هاش رو در نظر بگیری، خب توی محوری که میبینی مثلا به ازای W نیم ما چند به دست آوردیم؟ 5800. خب میرسیم به این نقطه‌ای که دارید میبینید. به ازای W صفر، خب 0.02 رو به دست آوردیم، این نقطه‌ایه که میبینیم. و به ازای W یک آخرین چیزی بود که به دست آوردیم، ارورمون صفر شد و خب نقطه‌مون دقیقا میفته روی محور X ها منطبق میشه، یعنی ایگرگمون خب چون صفر این اتفاق میفته. خب اگه ما اینها رو به صورت یک منحنی به هم دیگه وصل کنیم، شما یه منحنی میبینید که داره حالا به ازای دبلیوی مختلف ارور رو بهتون محاسبه میکنه یا نشون میده. خب الان با توجه به این کدوم نقطه کمترین ارور رو داره؟ مشخصه دیگه، یعنی اگه این نمودار رو یه جا بهتون بدن میتونید بگید که خب اون نقطه ای که پایین تر از همه هست کمترین ارور رو داره دیگه، درسته؟ موافقید؟ خیلی عمال. این از این برور این ما در نهایت به یه جایی میرسیم که هدفمون اینه که به این نقطه پایینه برسیم، به این پایین ترین نقطه برسیم و این رو میبینیم جلوتر. قبل از اینکه بریم به این نقطه پایینه برسیم، ما خب تا الان خودمون مقدار W و بیمون رو مشخص میکردیم. اگر بخوایم خب نسبت به داده هامون این مقدار W و بی رو پیدا کنیم، چجوری این کار رو میکنیم؟ مقدار W و بی رو چجوری پیدا میکنیم؟ کافیه که بریم و از یک فرمول استفاده کنیم برای W و یه فرمول برای بی. حالا فرمولمون چیه؟ W برابر با M ضرب در سیگما ضرب X و Y منهای سیگما X ضرب در سیگما Y. حالا این سیگما دیگه میدونید دیگه مجموع اونها، منظورش اینه مجموع X ها، مجموع Y ها و حالا مجموع ضرب X و Y. نگران نباشید، الان بعد از اینکه فرمولو حالا توضیح دادیم میریم یه مثال حل میکنیم که جا بیفته. تقسیم بر M با ضرب در سیگما X2 منهای سیگما X بتوانه دو. خب و بی هم بعد از اینکه دبلیو رو به دست آوردیم، بی اینجوری به دست میاد، سیگما وای منهای دبلیو تا سیگما ایکس تقسیم بر ام. خب بریم ببینیمش. داده های ما ایکس و وای ما رو دارید شما اینجا میبینید دیگه، درسته؟ خب ایکسمون یک هست، به ازای ایکس یک وایمون سه شده، به ازای ایکس دو وایمون چهار شده، به ازای ایکس سه وایمون شیش شده و به ازای ایکس چهار وایمون هشت شده. خب ما دیگه از اینجا به بعد رو توی داده هامون نداریم، اینا رو من توی حل اضافه کردم، یعنی شما زمانی که میخواید اینو خب به دست بیارید و حل کنید این قسمت رو اضافه میکنید. خب ما قراره چه چیزهایی رو برای به دست آوردن W داشته باشیم؟ طبق فرمولمون قرار M رو داشته باشیم که خب چون چهار سطر داده داریم، میبینید دیگه 1, 2, 3 و 4 Mمون چهاره، خب ببینید M مشخصه برامون. و قرار ضرب X و Y رو بدونیم، X و Y رو که هر کدوم رو داریم، X2 رو بدونیم و تمام، مجموع همه اینا رو هم میخوایم. خب بنابراین من دوتا ستون اضافه کردم، X ضرب در Y و X2 رو داخلش محاسبه کردم. خب بریم اینا رو محاسبه کنیم. برای اولی خب مشخصه دیگه، ساده است، X ضرب در Y، 1 ضرب در 3 میشه 3، 2 ضرب در 4 میشه 8، 3 ضرب در 6 میشه 18، 4 ضرب در 8 میشه 32. سوال تا اینجا براتون اینا واضحه؟ این چیزی که داریم حل میکنیم؟ خب ساده است اینا، آره. خیلی عمالی، خیلی عمالی. خب
و برای اینکه x2 رو هم به دست بیاریم کافیه که x رو به توان 2 برسونیم. 1 به توان 2 1، 2 به توان 2 4، 3 به توان 2 9، 4 به توان 2 16. حالا من اومدم سیگما یا جمع همه اینها رو هم در نهایت به دست آوردم. جمع تمام x ها، 1 به علاوه 2 شده 3، 3 به علاوه 3 6، 6 به علاوه 4 10. به همین ترتیب جمع تمام y ها که شده 21، جمع تمام x ضرب در y ها که شده 61 و جمع تمام x2 ها شده 30. دارید میبینید. خب بریم که اینا رو توی فرمولی که اینجا داریم، بالا هم دیدیمش، فقط جایگزین کنیم. دیگه الان کارمون ساده است. بعد کافیه که هر کدوم از اینها رو جایگزین کنیم و محاسبات رو انجام بدیم. خب ببینیمش اینجا. گفته که M ضرب داره. خب به جای M 4 میذاریم، چون 4 تا سطر داده داریم، 4 تا سمپل یا نمونه داریم. خب سیگما X در Y، ما اینجا سیگما X در Y رو به دست آوردیم دیگه، شده 61. کافیه که فقط به جاش 61 رو بذاریم. منهای خب سیگما X، سیگما X رو اینجا به دست آوردیم 10، اینجا فقط جایگزینش میکنیم. 10 ضرب در خب سیگمای وای رو خواسته، سیگمای وایمون شده 21، فقط اینجا جایگزینش میکنیم 21. و بعد هم محاسبات رو انجام میدیم. اول 4 رو ضرب در 61 میکنیم، میشه 244 منهای 10 تا 21 که میشه 210. خب حالا بریم سراغ مخرجمون. خب توی مخرج باز ام رو داریم، کافیه فقط بنویسیم 4 ضرب در خب سیگما x2 هم که سیه به دستش آوردیم، جایگزینش میکنیم اینجا، منهای سیگمای x به توان 2. خب سیگمای x همون چند بوده؟ 10 بوده، به توان 2 میرسه، اینجا دارید میبینیدش، 10 به توان 2 میرسه، میشه 100. خب این منها رو انجام بدیم، 34 بیستم به دست میاد که تقسیمش کنیم میشه 1.7. اینجوری با استفاده از دالهاتون میتونید دبلیوتون رو به دست بیارید. و برای بی هم میریم سراغ این که همین مراحل رو تکرار کنیم، البته با توجه به فرمول دیگه. بیمون هست سیگمای وای ها منهای دبلیو ضرب در سیگمای ایکس هامون تقسیم بر ام. خب سیگمای وای هامون چیه؟ به دستش آوردیم دیگه، 21. کافیه که فقط بذاریمش اینجا، منهای دبلیو. خب دبلیو رو از اینجا به دست آوردیم، 1.7 شد، فقط جایگزاریش میکنیم، ضرب در سیگمای ایکسمون هم که به دست آورده بودیم 10 تقسیم بر ام که 4. درسته؟ آره، فرمولمون هم همینجوری بود. خب کافیه که دیگه فقط این رو به دست بیاریم، میشه 21 منهای 14 که حاصلش 4، 4 بخش بر 4 میشه 1. با توجه به این که دبلیومون شده 1.7 و بیمون شده 1، فرمول خطمون چی میشه؟ بنویسید واسم توی چت. فرمول خطمون چی میشه؟ قهری جواب نمیدید؟ خب خیلی عمالی. آره مثلا Fمون 1.7 x به علاوه b که 1 هست، این همون wx به علاوه b دیگه، درسته؟ همون رو کافیه جایگزاری کنید. خیلی عمالی. خب اینجا مشکلی نداره، اگه سوالی هست حتما بپرسید. اینجا این که سوال بپرسید، حالا منم در حد اطلاعات خودم جواب بدم. خب بله، الان ما بلدیم که چجوری به صورت دقیق یه لینیر ریگرشن پیاده سازی میشه. همه یه زیرو بمشو دیگه یاد گرفتیم. میبینید ریاضیاتش واقعا ساده است، فقط ظاهرا بعضی ها اینقدر سخت گرفتن این رو که بچه ها میترسن یه زمانایی بیان سمت هوش مصنوعی، میگن که خب ما چقدر باید ریاضیمون قوی باشه. حالا بیا توضیح بده که نه، اونقدر سخت و پیچیده نیست. شما یه سری مثلا
موارد ابتدایی رو بدونید، به راحتی میتونید حتی مثلا ریاضیات الگوریتم ها رو یاد بگیرید. موافقت بچه ها با این قضیه که ساده است ریاضیاتش؟ آره واقعا ساده است. خب برای سختش نکنید مثلا خودتون. خب ما W بیمون رو برای لینیر ریگرشن به دست آوردیم. خب از کجا متوجه شیم این WB که داریم خب بهترین WB هست، ما رو به بهترین خط میرسونه؟ خب برای این که متوجه این بشیم، خب میرفتیم ارورمون رو به دست میآوردیم که ببینیم چقدر خطمون خوب داره عمل میکنه یا چقدر داره بد عمل میکنه و اینها. خب ما تلاشمون چیه؟ همیشه تلاشمون اینه خطامون رو کاهش بدیم دیگه، ارورمون رو به حداقل برسونیم. خب تابع ارورمون چی بود؟ J W B. ما قراره اون J W B رو، اون تابع J W B رو به حداقل ممکن خودش برسونیم و کمترین مقدار رو براش پیدا کنیم. موافقید با این دیگه؟ درسته؟ چون J W B مون داره ارورمون رو نشون میده، ما میخواییم اون ارور رو به کمترین مقدار ممکن برسونیم. خب کافیه چی کار کنیم؟ بریم ببینیم چجوری این اتفاق میفته. خب قبل ما تابمون چیه؟ J W B. هدفمون چیه؟ مینیموم کردن J W B. خب ما قبلش اون بالا به ازای دبلیو های مختلف منحنی رو به دست آوردیم. خب مشابه همین بود دیگه، یه منحنی این شکلی. حالا فرق اون فقط اینجا بود که با محور مثلا وای ها تداخل داشت، قطع میکن محور وای ها رو. در هر صورت ما یه منحنی این شکلی داریم. خب ما میخواییم برسیم به کجا؟ میخواییم برسیم به پایین ترین نقطه منحنی. خب چون اینه که پایین ترین J W رو به ما میده و اینه که خب ارور ما رو توی این نقطه هست که ما کمترین ارور رو داریم. خب برای این کار ما کافیه که خب بیایم اینو بگیم، این یه مثالیه که حالا همه میگن معروفم هست. در نظر بگیرید ما یه توپ داریم اینجاست. خب بذارید من اضافات اینو پاک کنم. خب و قراره این توپ رو رها کنیم از اون نقطه‌ای که حالا داریم توی بالا می‌بینیمش. خب نمی‌دونم چی شد، من دیگه مدادم نمی‌نویسه. خب صبر کنید یکم. درست. خب در نظر بگیرید ما میخواییم این توپ رو از اون نقطه بالا رها کنیم. چه اتفاقی براش میافته؟ کم کم میاد و میرسه به این نقطهی که اینجا هست. یعنی خب مسیر رو طی میکنه و یه چیز معمولی هم هست دیگه، غیر معمول نیست. خب این مسیر رو طی میکنه تا برسه به اون پایین منحنی و خب از حرکت بیسته. طی این رسیدنش به این پایین ترین نقطه یه سری گام ها رو طی میکنه، یه سری مراحل، یعنی خب تو هر مرحله یه جاییه دیگه، درسته؟ و خب یه گام رفته پایین تر. اینجوری خب این گلوله، این توپه میاد میرسه به پایین ترین نقطه. خب این از این، ما هم قراره یه همچین چیزی رو طی کنیم. قراره بیایم دبلیو های مختلف رو امتحان کنیم و ببینیم خب کدوم دبلیو ما رو میرسونه به پایین ترین نقطه این منحنی. خب برای این کار ما میریم سراغ استفاده از گرادیان دیسنت. خب گرادیان دیسنت کاری که برای ما میکنه، میاد اون حالا تابع جیمون رو، J W B رو به حداقل مقدار ممکنش میرسونه. چجوری این کارو میکنه؟ میاد یه فرمول داره میگه که W ما
خب برابر با درس میگه مثلا W جدید ما مثلا خب برابر با W قبلی ما منهای آلفا تا مشتق به JWB نسبت به W خب و برای B هم میاد میگه که B حالا مثلا بعدی ما B جدید ما برابر با B منهای آلفا تا مشتق JWB نسبت به B خب و اینجوری مقدار WB رو هر دفعه آپدیت میکنه یه مقدار جدیدی رو بهمون میده. خب بریم ببینیم از نظر فرمولی این مشتقه چیکار میکنه و خب با توجه به اینکه ما خب الان W رو داریم آلفا رو که نداریم این مشتقه رو هم نداریم. خب میخواییم بریم ببینیم هر کدوم از اینا چجوری به دست میاد و چی هستن. قبل از این که بریم ببینیم این مشتق چجوری به دست میاد، اینجا زمانی که توپتون داره میاد پایین دارید یک سری گام ها رو طی میکنید. خب اگه این گام ها یه گام های بلندی باشن یا کوتاه باشن روی سرعت کار شما تأثیر میذاره. حالت عادیش اینه که از خونتون میخواین حرکت کنید برید مثلا سر کوچه، دارید یه سری گام برمیدارید. اگه گام های شما نیم متری باشن تا دو متری باشن خب فرق میکنه دیگه، اگه گام دو متری بردارید احتمالا خب با گام های کمتر و سریعتر به مقصد میرسید، درسته؟ ولی اگه همه مثلا اون مسیر رو مثلا با گام خیلی کوچیک بردارید، پاهاتون رو پشت سر هم بذارید، خب قطعا خیلی طول میکشه تا برسید سر کوچه. خب به این گام هایی که شما برمیدارید توی الگوریتم گرادینت دیسنت میگن لرنینگ ریت یا آلفا. خب بعدا یاد میگیریم این آلفا رو هم تنظیم کنیم. خب اگه همونجوری که صحبت کردیم اگه این گام ها خیلی کوچک باشه کار شما خیلی طول میکشه، خیلی طول میکشه برسید سر کوچه. خب ولی اگه فکر کنید از خونتون تا سر کوچه 10 متر باشه، خب شما یک گام 25 متری رو بردارید، دارید از کوچه هم یعنی از اون مقصدی که دارید هم میزنید بیرون. بنابراین این که چه گام هایی بردارید، این گام ها چجوری تنظیم بشن خیلی مهمه برای رسیدن شما به مقصد. اینجا تو الگوریتمتون اگه گام های خیلی کوچیکی بردارید خیلی طول میکشه تا برسید به پایین ترین نقطه که اینجاست. خب و اگه گام های خیلی بلندی بردارید ممکنه که اون مینیمومتون رو میس کنید یا از دست بدید و به دیواره ها فقط برخورد کنید. مثلا اگه یه گام این شکلی بردارید میایید اینجا و مینیموم رو ازش عبور میکنید و اگه مجددا مثلا یه گام این شکلی دوباره رو به عقب بردارید مثلا ممکنه برسید به اینجا و چه بسا که هیچ وقت به اون حد اقلتون نرسید، به اون پایین ترین نقطه نرسید. خب این مفهومه تا اینجا؟ سوال اگه دارید بپرسید. نه الان صرفا میدونید چیه؟ آره ممکنه که مثلا شما گام هاتون رو اینجا کم بردارید، کوچیک بردارید، خب اوبرفیت بشید و اگه بزرگ بردارید آندرفیت بشید. ولی بحث اینجا این نیست. خب یکم متفاوته. شما زمانی که مثلا گام های بزرگی برمیدارید ممکن اصلا به جواب نرسید که حالا مثلا جوابتون خوب باشه یا بد باشه. خب همیشه اون W رو میس کنید. خب ولی کلن شما توی حالا چون یه کمی جلوتر پرسیدید اینو فقط بهش اشاره کنم، شما زمانی که پارامترهاتون رو ست میکنید اگه مثلا این اتفاق بیفته که خیلی ریزبینانه این کار رو بکنید دوچار اوورفیت میشید و اگه این رو خیلی سهل انگارانه انجامش بدید دوچار اندرفیت میشید.
خب همین الان آیه، آره الان همین الان اینو داریم به دست میاریم دیگه. خب به این که به پایین ترین نقطه میرسید، به این گولی که ما الان داریم میگن مینیموم، خب مشخصه دیگه چون کمترینه، و حالا در نهایت بهش میگن که مینیموم محلی. ولی خب این حالا این بعدن اون حالا مفهوم مینیموم محلی رو کاملتر در موردش صحبت میکنیم که چه جاهایی رخ میده، چه اتفاقایی میفته. خب فعلا به همین بسنده کنیم. خب فرمول خطمون چی بود؟ بود W نه بذارید سب کنید الان خیلی زود هم بوده این صحبت کنیم. خب خب بیایم قرار رو چیکار کنیم؟ قراره W رو منهای آلفا کنیم ضرب در این باکس دیگه مشتق JW بی نسبت به W. خب بریم این مشتق رو به دست بیاریم، این باکسمون مقدارش مشخص شه که فرمول به دست آوردن W رو اینجا به دستش بیاریم. خب قراره بریم از اون فرمول اصلی JWB مشتق بگیریم نسبت به W. خب فرمولمون چی بود؟ بود یک بخش بر جو ام در سیگما W، سیگما وای هت منهای وای، که حالا میدونیم که میتونیم به جای وای هتمون فرمول خطمون رو بذاریم. خب ما قراره بریم از این مشتق بگیریم دیگه، درسته؟ خب بریم ببینیم چجوری این کار میکنیم. کافیه که فقط بیایم و از حالا اون ساختاری که داریم مشتق بگیریم. قبل از اینکه این مشتقا رو انجام بدیم چند تا نکته رو ببینیم. مشتق FWB چجوری به دست میاد؟ خب قراره به جای این بذاریم WX به علاوه B دیگه، درسته؟ اگه از این نسبت به W مشتق بگیریم که اتفاقی میفته؟ B یه عدد ثابته، مشتقش میشه صفر. خب و WX چه اتفاقی میفته؟ W حذف میشه چون داریم نسبت به W مشتق میگیریم و فقط یه دونه X باقی میمونه. یعنی در اصل چیه؟ ما میدونیم که زمانی که مشتق میگیریم توانمون یه دونه کم میشه دیگه، توان متغیرمون. W به توان صفر در X که این میشه یک و نهایتا فقط یه دونه X میمونه. خب قرار این مشتق حالا WX علاوه B مشتقش اینجوری به دست میاد. خب از طرفی اگه یک تابع داشته باشیم که حالا اسمش F باشه به توان 2 برسه، بخوایم مشتق بگیریم، یعنی مشتق F2 رو بخوایم بگیریم، چه اتفاقی میفته؟ میشه 2 تا F پریم، یعنی 2 ضرب در مشتق F ضرب در خود F. خب بریم اینو توی فرمولمون پیاده سازی کنیم. هنوز مشتق نگرفتیم، فرمولمون اینه، بخوایم بریم ازش مشتق بگیریم. زمانی که مشتق میگیریم چه اتفاقی میفته؟ 2 ضرب میشه در، خب ما یک بخش بر 2 اممون که یه ضریب ثابته نگهش میداریم، کاری بهش نداریم. خب خب یه دونه ضرب در 2 داریم که حالا من خب در نظرش میگیریم. خب بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. 2 تا f پریم f، خب بریم از f مشتق بگیریم. خب چی میشد مشتق Fمون؟ میشد x دیگه، درسته؟ یه نفر مشتق F رو بگه توی چت که ببینیم همراه مونید. هستی؟ قصد نشدم. خب مشتق Fمون رو اینجا به دست آوردیم دیگه، میشه x. خب و حالا کافیه که فقط جایگذاری کنید دیگه. سیگما رو که کارش نداریم، یک بخش بر دو ام هم بهش کار نداریم، فقط کافیه بیایم بنویسیم WX به علاوه B منهای Y و ضربش کنیم در دو تا
x. و زمانی که این اتفاق میفته کافیه که خب فرمول نویسی رو انجام بدیم، این دو با این دو حذف میشه. خب یادتونه زمانی که میخواستیم فرمول MSE رو بنویسیم، من گفتم در اصل میانگین، یعنی بخش بر M مجموع، حالا اینجا فقط داریم سم ارور دیگه، ارور هامونه. خب ولی یه دونه دو بعضی ها اضافه میکنن به کنار این M به خاطر اینکه محاسبات ساده تر بشه. این اتفاق محاسبات ساده تر شه اینجا میافته. خب زمانی که شما مشتق میگیرید، اون توان مشتق چون دارید مشتق میگیرید از F2 دیگه، خب میشه دو تا F پریم F دیگه. خب اون میاد بیرون و با این دویی که توی مخرج داریم حذف میشه و خب محاسباتتون ساده تر میشه. خب این از این. در نهایت زمانی که ساده سازی رو انجام بدید، یک امام رو دارید، سیگما، خب اف حالا دبلیو بی ایکس منهای وای ضرب داره ایکس، در نهایت این رو دارید. چرا؟ چون که این دبلیو ایکس به علاوه بی همون اف دبلیو بی دیگه. خب منهای وای رو هم که دارید در ایکس. این میشه این باکسی که شما اینجا دارید. خب و زمانی که این رو توی فرمول جایگذاری کنید، آره دیگه، فقط میشه دبلیو منهای آلفا تا از این فرمولی که اینجا دارید. خب این از این. بریم سراغ بی. قرار از اون جی دبلیو بی نسبت به بی هم مشتق بگیریم. توی قبلی سوال یا اشکالی داشتید؟ واضح بود براتون؟ مشتق دیگه، حالا کار ساده ایه، ولی خب اگه سوال دارید بپرسید، رو دروسی نکنید. خب بریم از جی دبلیو بی مشتق بگیریم نسبت به بی. اینجوری می نویسیدنش دیگه، روند بخش بر روند بی جی دبلیو بی. خب کافیه که مثل بالا اول بیایم فرمولمون رو، یعنی جی دبلیو بی رو جایگذاری کنیم که یک بخش بر دو ام سیگما. خب و در نهایت بیایم اون حالا جایگذاری رو انجام بدیم. خب قبل از اینکه اینو انجام بدیم، باید بدونیم که اف دبلیو بی رو اگه ازش خب بنویسیمش که میشه دبلیو ایکس علاوه بی ساده است. خب اگه ازش مشتق بگیریم نسبت به بی، به ما یک رو میده. دبلیو ایکس که صفر میشه، چون به عنوان یه عدد ثابت زمان مشتق گیری تلقی میشه، فقط میمونه بی. مشتق بی هم که میشه یک، یعنی میشه بی به توان صفر که یک. خب بریم جایگذاری رو انجام بدیم. چه اتفاقی میفته؟ میشه یک بخش بر دو ام، یه دونه دو هم که داریم. خب دو ضرب در یک بوده دیگه در اصل انگار. خب فقط دو رو داریم دیگه اینجا. این دو با این دو حذف میشه و در نهایت فقط داریم سیگما دبلیو ایکس علاوه بی منهای وای. به جای این دبلیو ایکس هم که کافیه فقط همون اف دبلیو بی رو قرار بدیم که فرمول خطه منهای وای. در نهایت این میشه اون باکسی که مربوط به مشتق جی دبلیو بی نسبت به بی. خب این از این. حالا ما قراره اینهایی که الان گفتیم، این فرمولایی که الان به دست آوردیم، بیایم بریم توی الگوریتم گرادیان دیسنت یا گرادیان کاهشی استفاده کنیم ازش. این الگوریتم چیکار میکنه؟ میاد این دبلیو منهای آلفا تا مشتق جی دبلیو بی نسبت به دبلیو، یا حالا میگن روند به روند دبلیو رو به دست میاره و همینطور برای بی هم بی منهای آلفا تا مشتق جی دبلیو بی نسبت به بی رو به دست میاره. خب این اینقدر تکرار میشه، این به اصطلاح بهش میگن update WB.
آپدیت WB اینقدر تکرار میشه تا ما برسیم به مینیموم یا اون پایین ترین نقطه یا کمترین ارورمون. خب یا اصطلاحاً بهش میگن که این تا زمانی اجرا میشه که الگوریتم ما کانورج کنه، همگرا بشه. منظور از این همگراهی رسیدن یا نزدیک شدن به اون مینیمومه. فقط توی گردیان دیستنت ما اولش میاییم WB رو یه مقداردهی اولیه میکنیم. این مقداردهی اولیه‌مون میتونه یه عدد رندوم باشه، میتونه صفر باشه، میتونه یک باشه. بعضی ها مثلا W رو صفر میذارن، B رو یک. این زیاد مهم نیست، چون بعداً درست میشه، آپدیت میشه و بهترین مقدار پیدا میشه. زیاد فرقی نداره که این عدد ها چی باشن. خب به این مقداردهی اولیه هم میگیم initialize. درسته؟ خب تا اینجا مشکلی نیست که بریم مثال عددیش رو ببینیم. سوال اگه دارید بپرسید. اتفاقی که میفته مرتبا WB چون آپدیت میشه. خب یعنی بار اول میاد یه مقداری واسه W به دست میاره، مثلا چه میدونم دو میشه W. خب بار دو، بار اول باز حالا هنوز تو بار اوله. خب W مثلا شده دو، بیمون شده مثلا یک. خب بعد میاد دوباره همین پروسه رو تکرار میکنه، W رو به دست میاره، مثلا حالا این دفعه مثلا W میشه دو منهای حالا یه چیزی، مثلا شده یک و مثلا 75. B هم همین اتفاق میفته بهش، مثلا میشه یک منهای یه چیزی. خب برای آپدیتش کنیم دیگه، یه تغییر داخلش اتفاق میفته، مثلا میشه نیم. حالا نمیدونم، ما همجور دارم عدد مثال میزنم. این اینقدر تکرار میشه تا شما بهترین WB رو بتونید برای الگوریتمتون به دست بیارید. چه اتفاق میفته؟ با این WB ها اون لینیر ریگرشنتون، اون خطی که میخواید یا اون وای پردیکتتون تولید میشه، ارورش به دست میاد و خب اون ارور رو داریم دیگه روش کار میکنیم دیگه، تا جای این کار رو ادامه میدیم که اون ارور به مینیموم برسه. بله بچه‌ها، جزوه‌ها قرار میگیره، توی گیت هاب هست، توی گروه هم لینکش هست. خب بریم، موافقت بریم مثالش رو ببینیم؟ این حالا تی کنیم این مثال رو به صورت عددی که کامل براتون جا بیفته. خب خیلی عمالی. سوال چی گفته؟ گفته که بیاید برید برای X و W یه مدل ریگرسیون خطی پیدا کنید. حالا یک بار هم این آپدیت رو انجام بدید روی مدل ریگرسیون خطی، چون یعنی گرادین دیستنت رو پیاده سازی کنید و آپدیت رو انجام بدید. خب صورت سوال اومده داده ها رو داده، X رو مثلا گفته 1, 2 و 3 و وای رو هم گفته 1, 3 و 3. خب همینطور توی صورت سوال آلفا رو برای شما داده، 1/10، بی رو داده و دبلیو رو داده که حالا صفر گذاشته، بی هم که 1. خب آلفا رو حالا دیگه از این به بعد یاد میگیرید، این رو خودتون باید تعیین کنید. یعنی کلن شما دو نوع پارامتر دارید، پارامترهایی که میتونید به دستشون بیارید، یعنی خود الگوریتم به دستشون میاره یا حالا آپدیتشون میکنه. یه سری پارامتر هم دارید که به اصطلاح میگن اکسپرت باید مقدار دهیشون کنه، متخصص باید مقدار دهیشون کنه، یا همون شما هستید به عنوان برنامه نویس که بهشون میگن هایپر پارامتر. و آلفا هم از اون دسته است. خب شما زمانی که میخواید مدلتون رو پیاده سازی کنید، خودتون آلفا رو باید مقدار دهی کنید. خب بریم اون حالا مراحلی که داریم رو انجام بدیم. ما میخواییم یک بار
WB رو آپدیت کنیم. خب اول با توجه به این که قبل از اینکه اصلا این کار رو بکنیم، با توجه به این که وای هتمون برابر با WX به علاوه B و حالا Wمون صفره که میشه صفر و بیمون یکه، وای هتمون رو مقدار دهی میکنیم. خب وای هتمون الان همش یکه دیگه، به ازای هر ایکسی یکه دیگه، حالا فرق نداره چی باشه. خب دارید میبینید دیگه، من اومدم وای هت رو به ازای تمام ایکس ها یک گذاشتم. خب این از این، الان متوجه این که وای هت چجوری اومد. خب بریم یک بار دبلیو رو آپدیت کنیم و یک بار هم بی رو. خب فرمول اون چیه؟ این علامتی که اینجا میبینید علامت آپدیته، مرسومه توی نوتیشن. منظورش اینه که زمانی که شما اینو حساب کردید میان جایگزین این دبلیو کنید. خب بریم به جای خب دبلیو منهای آلفا تا روند به روند دبلیو جی دبلیو بی. خب ما بلدیم که به جای این روند به روند دبلیو جی دبلیو بی باید چه فرمولی رو بذاریم. بالا به دست آوردیم این فرمول رو. خب یک امام سیگماه، خب وای هت یا حالا اون فرمول خط منهای وای ضرب در ایکس. خب این رو به دست آورد. کافیه که بریم و حالا این جایگذاری رو انجام بدیم. یک امام، خب سه تا داده داریم میشه یک سوم، به جای ام سه میذاریم. خب به ترتیب وای هت رو ما میدونیم این دیگه وای هته، منهای وای میکنیم. خب وای هتمون که همیشه یکه، خب یک منهای وای اولی که داریم که یکه، ضرب در ایکس هم باید انجام بدیم دیگه، یه ضرب در ایکس هم داریم. خب یک منهای یک میشه صفر دیگه، حالا مهم نیست ضرب در چی میشه، میشه صفر. خب برای بعدی یک منهای سه میشه منفی دو، خب وای هتمون یکه، همیشه دیگه یکه. خب یعنی الان توی دومی منهای وای، وایمون سه. خب یک منهای سه میشه منفی دو ضرب در ایکس، ایکسمون اینجا چیه؟ دو، ضرب در دو، دو ضرب در منفی دو میشه منفی چهار. خب برای بعدی هم یک رو وای هتمون رو منهای وای میکنیم، میشه یک منهای سه میشه منفی دو ضرب در ایکس میکنیم که اینجا داریمش سه، میشه مجموعش حالا در کل میشه منفی شش. جمع همه اینا رو به دست بیاریم، صفر منهای چهار منهای شش، یه دونه سه هم توی مخرج داریم، در نهایت جوابمون میشه منفی ده سوم. موافقید با این؟ بیدارید فسنس مخوابیدید. خب برای اینکه این فرمول رو به دست بریم پیاده سازیش کنیم، کافیه که دبلیو رو منهای آلفا تا این باکس کنیم دیگه. باکس رو که مقدارش رو داریم، منفی ده سوم اینجا میذاریمش. خب دبلیوی اولیه‌مون چیه؟ صفر دیگه، توی سوال داشتیمش. خب دبلیو صفر منهای خب آلفا، آلفا رو هم تو سوال بهمون داده یک دهم، یک دهم ضرب در منفی ده سوم. این کار رو انجام بدید در نهایت میرسید به 33 صدم، فاصله W شما میشه 33 صدم. بنابراین بعد از یک بار آپدیت W جدید ما، نیوی ما میشه 33 صدم. خب حالا برای به دست آوردن B هم همین کار میکنیم، فرمول بالا رو میاریم که یعنی قبلا به دستش آوردیم، B برابر با B منهای آلفا تا روند به روند بی در جی دبلیو بی. خب ما این قسمت رو بالا به دست آوردیم، فرمولش اینه، یک امام سیگما. خب فرمول خط یا همون وای هت منهای وای. خب کافیه که جایگذاری ها رو انجام بدیم، یک بخش برای ام، یک بخش برای سه ضرب داره. خب دیگه میگم دیگه، کافیه که فقط بیایم و جایگذاری انجام بدیم. تمام وای هتامون که یکه، وای هت منهای وای اصلی، یک منهای یک میشه صفر. خب وای هتمون یکه، وای ریل یا واقعی دوممون سه، یک منهای سه منفی دو،
برای بعدی هم همینطور، یک منهای 3 منفی 2 در نهایت منفی 2 با منفی 2 میشه منفی 4، یه دونه 1 سوم هم داشتیم، نتیجه نهاییمون میشه منفی 4 سوم. درسته؟ خب برای به دست آوردن بی جدیدمون کافی بود این فرمول رو بریم دیگه، بی منهای آلفا، بی اصلی که تو سوال داریم 1. درسته؟ خب من 1 رو میذارم اینجا، منهای آلفا مونم تو سوال داده 1/10 قرارش میدم. خب منهای خب ضرب در این باکس هست دیگه، خب آلفا ضرب در این باکسه، حاصل این باکس رو اینجا به دست آوردیم، منفی 4/3 اینجا قرارش میدیم و در نهایت محاسبات رو که انجام بدیم بی جدید ما 1.13 بی نیو ما 1.13. اگر خب حالا ما با توجه به این WB فرمول خطمون میشه، فرمول جدید خطمون میشه F برابر با WX 33x به علاوه B که حالا 1.13. خب اگه قرار بود شما تا 2 مرحله آپدیت رو انجام بدید، خب یعنی بار دومی هم قرار بود این اتفاق بیفته، دیگه این بار W چون 33 بود بیتونم 1.13 بود و اینها رو منهای آلفا تا اون باکس ها می کنید. جا افتادیم براتون بچه ها؟ مفهوم بودین؟ خب خیلی هم عالی، ممنون. خب حالا ما تا الان یاد گرفتیم که با یه دونه فیچر کار کنیم، فقط سایز رو داشتیم و در نهایت قرار بود قیمت رو پردیکت کنیم. خب به این حالتی که یه دونه فیچر دارید، یه دونه ایکس دارید، میگیم سیمپل لینیر ریگرشن یا همچین چیزی. آره خب حالا ولی زمانی هست که شما چند تا ویژگی یا فیچر دارید، هم سایز رو دارید، هم تعداد اتاق خواب رو دارید، هم طبقه چندومه دارید، هم سن مثلا خونه رو دارید و در نهایت قرار قیمت رو برید پیش بینی کنید یا پردیکت کنید. خب به این حالت میگن مالتیپل لینیر ریگرشن، چون چند تا فیچر ویژگی یا ایکس دارید. خب یه کوچولو در مورد نوتیشن این یاد بگیریم، ولی تمام مرحله محاسباتش مثل زمانیه که شما یه دونه فیچر داشتید، دیگه تغییر خاصی ندارید. خب نوتیشنش یه چیزی که مهمه، ما به تعداد فیچرهامون میگیم N. خب و حالا با توجه به این که 4 تا X داریم، هم سایز رو داریم، هم بدروم رو داریم، هم فلورز رو داریم، هم ایج رو داریم، 4 تا ویژگی داریم، 4 تا فیچر داریم، N ما میشه 4. خب کلن اگه با زیروند x رو نمایش بدن، x j بنویسن، منظورشون جیومین فیچر هست. خب مثلا اگه بگن x 1 منظورشون فیچر 1 هست و حالا الی آخر. خب و اگر بالای x یه حالا عددی داشته باشیم، این نشون دهنده اینه که رکورد چندم، سمپل چندم هستیم هست. خب خب ببینید اینو، الان اومده مثلا ایکس 3 رو به همون داده. خب ببینیم چه اتفاقی، گفتیم اگه بالا باشه اون عددمون داریم رکورد رو نمایش میدیم. خب ایکس حالا با بالابند 3 میشه 100 میشه 1534 3 2 3. درسته؟ و حالا چون فقط x رو میخوایم دیگه کاری به y نداریم. خب و حالا اگر زیروند رو هم مشخص کنم، مثلا بگه x 3 2 مثلا یا همچین چیزی، شما باید برید سراغ فیچر. خب این x 1 این x 2 این x3 و این x4.
چون دو رو خواسته کافیه بیاید سراغ ایکس دو. برای این اون سه میشد شماره سمپل یا رکوردتون، این دو میشه شماره فیچرتون. این اوکیه براتون رو چه؟ چیز خاصی نبود دیگه نوتیشن. سوال دارید حتما بپرسید. خب دیگه الان دیگه ما چون اینا رو بلدیم خیلی برامون راحته. زمانی که یه دونه ویژگی داشتیم فرمول خطمون میشد WX علاوه B، زمانی که چند علاوه B، زمانی که چند تا فیچر داریم مثلا N تا فیچر داریم W1X1 W2X2 تا WNXN علاوه B میشه فرمول خطمون. خب و مشخصه دیگه N تا W داریم، N تا X، به ازای هر X یک W داریم، درسته؟ و حالا شما میتونید به جای این که حالا بیاید همه اون W رو با X ها رو بنویسید، توی فرمولتون میتونید از علامت وکتور یا بردار استفاده کنید و فقط بیاید بنویسید مثلا F W B X من برابر با بردار یا وکتور W ضرب در وکتور X به علاوه B. و حالا ضربشون هم حواسمون باشه که ضرب نقطه ای. خب این در اصل دیگه میره سمت این که حالا ماتریس ها و بردار رو ضرب کنیم. خب مجددا حالا این پایین فرمول باز شده رو نوشته که دیگه ما تکراری بلدیم اینو. سوال؟ اگه ندارید منفی بذارید. واضح؟ خب خیلی عمالی. همین دیگه، فقط مهمه که شما اون فرمول نویسیتون رو بدونید دیگه از این به بعد توش چند تا X دارید. خب به ازای هر X هم W دارید. خب مثلا Nمون 3، 3 تا X داریم، 3 تا W داریم. خب حواستون باشه X همون برداره، W همونم برداره، ولی B همیشه یه عدد ثابتیه، اسکالره یا حالا نامبره چنین چیزی. خب برای اینکه مثلا شما برید و حالا محاسبش هم کنید زمانی که میخواید اون مقادیرتون رو به دست بیارید، مثل بالا که حالا رفتیم برای یه دونه به دست آوردیم مثلا وای حتمون چیه یا اون افمون چیه، کافی خب اینا رو برید دونه دونه ضرب کنید دیگه. مثلا زمانی که اف دبلیو بی رو میخواید میشه دبلیو یک ایکس یک، دبلیو دو ایکس دو، دبلیو سه ایکس سه و علاوه بی. کافیه که بیاید به جای همه اینها مقدار دیگه انجام بدید. فقط حواستون باشه زمانی که میخواید برنامه نویسیش رو پیاده سازی کنید، ما توی پایتون ایندکس هامون از صفر شروع میشه دیگه. اونجا دبلیو صفر داریم x صفر، w1 داریم x1، w2 داریم x2 به علاوه b. خب این حالا حواسمون به این طریقه پیاده سازیش توی برنامه نویسی هم باشه. اگه میخوایم از وکتوراش هم استفاده کنیم، بالا گفتیم فقط کافیه که کل اون حالا وکتور w رو ضرب در وکتور x کنیم به علاوه b کنیم، این اون fمون رو بهمون میده. خب خیلی ساده، اگه یه سمپل از X رو داشته باشیم که 10، 20 و 30 باشه مقادیرش و به ازای این Wمون 1، 2.5 و منفی 3 و 3 دهم باشه و Bمون هم 4 باشه، بخوایم این Fی که اینجا داریم رو به دست بیاریم، کافیه که فقط دوتا دوتا ضربشون کنیم. X صفر، W صفر، 1 ضرب در 10، x1 w1، 2.5 ضرب در 20، x2 w2، منفی 3 و 3 دهم ضرب در 30. و حالا به علاوه b هم که داریم که 4. خب در نهایت مثلا منفی 35 رو بهمون میده. این از این. چون پایتون مقدماتی رو بلدید میدونید اینو، ولی اگه خواستید دستی اینو پیاده سازی کنید میدونید که برای این کار کافیه که از حلقه فور استفاده کنید و حالا هر دفعه این x ضرب در w رو به دست بیارید و بریزیدش توی اون حالا fتون. خب و اینجوری مثلا اون f یا y حتتون به دست میاد. سوال؟
نداری؟ خب خیلی خوبه. البته شوخی میکنم، سوال بپرسید اگه سوال دارید. خب به همین ترتیب بچه ها واسه گردن دیسنت هم چیز مشکلی نداریم. فور رو توضیح بدم. خب فور چه اتفاقی میفته توش؟ قرار ما بیایم چند تا مثلا WX رو در هم ضرب کنیم. قرار W1 ضرب داره X1 شه، مثلا W2 ضرب داره X2 شه، W3 ضرب داره X3 شه. اینو که قبول دارید. بعد همه اینا با هم دیگه جمع شن بهمون Y hat رو بدن. درسته؟ اینو قبول دارید؟ اینو بهم بگید که قبول دارید یا نه. مثبت منفی بذارید. خب قبول دارید. خب کافیه که حالا این F در از همون Y hatتونه دیگه. بیاید هر دفعه به ازای هر کدوم از این آی ها ایکس آی و دبلیو آی رو بردارید. مثلا اولش میشه ایکس صفر، حالا چون این توی پایتون از صفر شروع میشه، خب دبلیو صفر، این دوتا با هم دیگه ضرب میشن، ریخته میشه توی وای هت. خب بعدش میاد یه بار مجددم میره داخل این حلقه، تکرار میشه، میشه یک، ایکس یک ضرب داره دبلیو یک میشه. خب ضرب اینها جمع میشه به اون وای هتی که قبلا داشتیم. به همین ترتیب برای ایکس دو و دبلیو دو هم این اتفاق میفته. در نهایت اون وای هت نهاییتون رو، یا حالا اونجا اسمشو گذاشتیم F، بلوه B هم باید بکنید. زمانی که این کار رو میکنید وای هت رو دارید. نه فاکتوریل نمیشه، این فقط ضرب X و W در هم دیگه است. نه فاکتوریل نمیشه این اتفاق. اینا آی هایی که اینجا هستن ایندکس دیگه. خب مشکل لکنت زبان پیدا کردم، مشکل تلفظی. خب حالا اینا فقط خب اون آی ها ایندکس ایکس و دبلیو تون مشخص میکنه. خواهش میکنم. برای گرادیان دیسنت هم چیز متفاوتی ندارید. کافیه که فقط بیاید حواستون باشه که دبلیو ها و ایکس های مختلفی دارید. اینجا دارید فرمول ها رو با یه دونه فیچر میبینید، اینجا دارید با انتا فیچر میبینید. زمان که انتا فیچر دارید، خب گفتیم به تعداد ایکس ها فیچر هاتون W دارید. خب انتا فیچر دارید، خب انتا هم W خواهید داشت و همه این W ها رو باید محاسبه کنید، آپدیت کنید. این اتفاق هم میفته. فرمول همونه، فقط فرق میکنه که مثلا W 1 میشه تا W N. خب تفاوت خاصی نداره. B هم که خب یه دونه بیشتر نیست دیگه، فقط یک بار میریم آپدیتش میکنیم. اوکیه؟ خب بریم خیلی سریع واسه چند تا فیچر وای هت رو به دست بیاریم و خب کارمون رو اینجا اوکی کنیم. دیتا ستمون رو بالا داشتیم. خب سایز خونه ها، تعداد اتاق خوابشون، طبقه چندومه و حالا سه، این چهار تا ایکس ما هستن و قرار این که حالا اینجا میبینیم که وای حقیقی ماست. خب ما قرار با استفاده از این چهار تا وای هت رو پردیکت کنیم. خب البته من این رو پاک کنم یا فکر نکنیم دارم میگم اینا وای هت. خب در هر صورت اگه ما بخوایم اینها رو به صورت ماتریس بنویسیم، خب خودتون میدونید دیگه، اگه این قسمت رو من جدا کنم دقیقا مثل ماتریس میمونه. خونه خونه است و هر کدوم از این حالا خونه ها یکی از درایه های ماتریس ما هستن. خب که حالا ماتریسمون سه تا سطر داره، چهار تا ستون. درسته؟ خب با توجه به این که
به تعداد سطرهامون میگفتیم M، Mمون 3 و به تعداد ویژگی هامون، فیچر هامون میگفتیم N، Nمون 4. موافقت با این؟ خوش اومدید. آره آره قرار میگیره ویدیو. خب بنابراین ماتریس ایکسمون چون 3 تا سطر داره و 4 تا ستون داره میشه 3/4. اول تعداد سطرها رو میارید زمانی که میخواید بگید ماتریستون چند در چنده و بعد تعداد ستون هاتون. وایتون هم 3 تا سطر داره، یه دونه ستون هم که بیشتر نیست، وایتون میشه یک حالا وکتور یا ماتریس 3/1. خب بی رو هم که داده بهتون، W رو هم داده. W تون هم چون ما قرار بود به تعداد فیچر هامون W داشته باشیم 4 تا است. میدونید دیگه. خب تعداد سطرها 4 تا است، تعداد ستونش هم که یکیه، بنابراین 4/1 میشه. خب قرار چیکار کنیم؟ قراره بیایم F WB X رو به دست بیاریم. ما میدونیم F مون برابر با WX به علاوه B. پس کافیه که بیایم، یعنی اگه به صورت چی بنویسیمش دیگه، ماتریسی بنویسیمش، کافیه که بیایم ماتریس W رو که دقیقا همون چیزیه که من اینجا دورش مربع کشیدم رو X این ببخشید بچه یه لحظه. خب ماتریس W X همون رو میخواییم منظر کنیم. این X همون اون چیزیه که دقیقا من دورش حد کشیدم. خب میبینی 2104 5145 و الاخر همون داده هست. خب ضرب در W خب مساوی یه چیزی میشه و حالا اون یه چیزی رو ما باید با B هم جمع کنیم. خب فعلا کاری ندارم. حواستون باشه زمانی که میخواید ضرب ماتریس ها رو انجام بدید، اینو یه نکته است. خب باید تعداد، خب یه لحظه اینو بگیم، این سطر تعداد سطرها رو داره نشون میده، این تعداد ستون ها. خب زمانی که میخواید دو تا ماتریس رو در هم دیگه ضرب کنید، تعداد ستون های ماتریس اول باید برابر باشه با تعداد سطرهای ماتریس دوم. خب اینم سطر، اینم ستونه. خب و در نهایت یه ماتریسی داره که میشه تعداد سطرهای ماتریس اول ابعادش ضرب داره تعداد ستون های ماتریس دوم. الان با توجه به این 3/1 میشه نتیجه ما، حالا اون ماتریس نهایی ما ابعادش 3/1 میشه که منطقیه دیگه، ما 3 تا وای حد داریم. خب ضرب ماتریس ها چجوری انجام میشه؟ سطر اول در ستون اول که حالا ما اینجا یه دونه ستون بیشتر نداریم، درایه به درایه ضرب میشه. بریم یه دونه رو ببینیم و در نهایت اون پاسخ این حالا سطر اول در ستون اول اینجا قرار میگیره. خب چه اتفاقی میفته؟ درایه اولمون که 2104 هست، یعنی این ضرب میشه با درایه اول W 3/10. میبینید جمع میشه با حالا درایه دوم اینجا 5 ضرب میشه با 18.5. خب اینجا نوشته میشه جمع میشه با الاخر 1 ضرب در منفی 53.3 و در نهایت 45 ضرب در منفی 26.4. تمام این حالا حاصلا رو که جمع کنید با هم دیگه یه عددی به دست میاد که اینجا قرار میگیره. حالا ما یه دونه بی هم داریم. خب چنده؟ 785. برای به دست آوردن وای حد، خب که 3 تا درایه داره که این میشه درایه اولش، باید این رو به علاوه اون بیه هم بکنیم و در نهایت جوابون به دست میاد. متوجه شدید بچه ها؟ براتون واضح بودیم؟ اگه سوال دارید بپرسید. واضح بود سوال ندارید. خب بریم 5 دقیقه استراحت کنیم، بیایم که قسمت
برنامه نویسی لینیر ریگرشن رو با هم دیگه ببینیم. موافقید؟ یه نکته بگم قبل از اینکه بریم بیان، یعنی که خب قضیه این که بچه ها باید بهش توجه کنیم، با توجه به اینکه ما یک جلسه توی هفته بیشتر کلاس نداریم، گاهی اوقات یه کوچولو کلاسامون طولانی میشه، بینش استراحت میکنیم و سعی میکنیم که خب روی کیفیت کارمون تأثیر نذاره، با اینکه موردی ندارید، مشکلی ندارید، اوکیه براتون؟ ولی خوبه دیگه، یه جلسه میایم کلی حرف میزنیم با هم دیگه. برید 20 و 28 دقیقه بیای، بذار 30 دقیقهش کنیم. خب برید 20 و 30 دقیقه بیاید.